رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تنها ساعاتی پس از برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در این کشور که مورد انتقاد مخالفان او قرار گرفته است، پیروزی رأی آری، رأی مد نظر خود را اعلام کرد. او منتظر نتایج رسمی نماند، نتایجی که باید در 12 روز آینده اعلام شود. آقای اردوغان که از 15 سال پیش قدرت را در این کشور در دست دارد، درباره این همه پرسی و اصلاحات مد نظرش گفته بود، اصلاحات قانون اساسی اصلاحاتی معمولی نیستند. اینها تغییراتی مهم و بسیار معنادار هستند. این اولین بار در تاریخ ترکیه است که پارلمان و مردم کشور برای تغییراتی به این مهمی تصمیم می‌گیرند. بنابر آخرین آمار منتشر شده، از 99% رأی شمرده شده، 51.37% آراء شهروندان ترکیه رأی به موافقت با انجام اصلاحات بوده است. این اصلاحات به آقای اردوغان امکان می‌دهد تا همچنان تا سال 2029 میلادی بر مسند قدرت باقی بماند. همچنین دیگر در آینده ترکیه نخست وزیر نخواهد داشت و مقام معاونت ریاست جمهوری جایگزین آن خواهد شد.